مقامات اندونزی از بازگرداندن قایق حامل 120 پناهجوی مسلمان روهینگیا به آبهای بین‌المللی خبر دادند. این قایق چندین روز در آبهای شمال ایالت آچه در اندونزی سرگردان بود. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز سه‌شنبه گفته بود این قایق با مشکل نشت آب به داخل موتورخانه و خطر غرق شدن مواجه است. این کمیساریا با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را اعلام کرده و برای جلوگیری از مرگ پناهجویان از دولت اندونزی خواسته بود تا با آنها اجازه دهد فوراً و به شکلی ایمن از قایق خارج شوند. بدرالدین یونس، یکی از مسئولان شهرکی در ساحل شمالی ایالت آچه گفته است این قایق برای اولین بار روز یکشنبه در آبهای 96 کیلومتری در سواحل استان آچه مشاهده شد و حامل 60 زن، 51 کودک و 9 مرد بوده است. یکی از مقامات گفته که غذا، دارو، موتور جدید برای قایق و تکنسیان تعمیر برای قایق پناهجویان اعزام شده. بیش از 700 هزار مسلمان روهینگیا بر اثر عملیات پاکسازی ارتش و بودایی‌های افراطی میانمار از این کشور گریخته و به اردوگاه‌های پناهندگان در بنگلادش گریختند. نیروهای امنیتی میانمار متهم به تجاوز، کشتار و سوزاندن هزاران خانه متعلق به اقلیت مسلمان روهینگیا هستند.